مهمان این هفته سرزمین اهورایی جناب بابک اساقی، شاعر، نویسنده و روزنامه نگار می باشن. ایشان تلاشگر سیاسی ساکن در کشور اسرائیل هستند و دارای کتاب نسل سوخته نیز می باشن. کتاب نسل سوخته ایشان شامل 200 شعر فلسفی و سیاسی است. ایشان در حال حاضر مشغول نوشتن کتاب دوم خودشان هم هستند. جناب بابک اساقی در کانال دوم اسرائیل مشغول به همکاری هستند. فرصتی پیش آمد تا با این شاعر و نویسنده محبوب کشورمان در ارتباط با توهین به مقدسات گفتگویی داشته باشیم. نظر شما بینندگان محترم را به این گفتگوی بسیار جذاب و شنیدنی جلب می‌کنم. درود بر شما امید دانای گرامی و درود بر شنوندگان و بینندگانتون در سراسر دنیا، چه در برون مرزهای ایران و چه در درون مرزهای اهورایی و گوهربار ایران گرامیمون. بابک جان درود بر شما میفرستم که مهرورزی کردی و تو این برنامه شرکت کردی. بابک جان شما خب شاعری هستید که شعراتون رو دیگه تازه دارن همه توی یوتیوب میبینن با صدای زیبای خودتون، اما یک اتهامی که به شما میزنن میگن که این شعرات توهین به مقدساته. خودت چی فکر میکنی؟ در پاسخ این پرسش شما باید بگم که توهین به مقدسات دو واژه است که بذار اینو تفکیکش کنیم و من توضیح بدم. برای من که یک انسان خردگرا هستم، هیچ چیزی در این دنیا به معنای تابو مقدس نیستش. خیلی چیزا هستش که برای من گرامیه، بسیار به اونها علاقه مندم و دوست ندارم کسی به اونها صدمه‌ای بزنه، ولی تقدس به معنای این که روی اون نباید بررسی کرد، نباید اون را به چالش کشید، نباید انتقاد کرد از یک مسئله ای، چون که مقدسه را من قبول ندارم و همه چیز را ما باید بررسی کنیم و تحقیق کنیم و حتی دین را و به ویژه دین را. شما فکر بکنید که اگر هنوز ما بر این اندیشه بودیم که وبا و طاعون اینها بیماری هایی هستش که از درگاه الهی رسیده و مقدس هستش هر آنچه که از درگاه الهی اومده و کسی در این مورد تحقیق نمی‌کرد و امروز هم داروی اونها کشف نمی‌شد، ارسطو به شاگردان خودش گفت که بزرگترین کاری که من کردم این بود که تخم شک را در دلهای شما گذاشتم و این شک باعث میکشه که شما تحقیق کنید، بررسی بکنید و این بررسی باعث میشه که شما به حقیقت برسید. پس بیایم اول این مقدسات را ما بذاریمشون کنار که هیچی مقدس نیستش، همه چی قابل بررسیه. بعد میرسیم به توهین. من نمیدونم در کدام یک از شعرهای من فحاشی کردم، بدگویی کردم به شخصی یا به باور کسی. به بازگو کردن حقیقت‌های تاریخی و واقعیت‌هایی که اتفاق افتاده و حتی خود دینمداران هم به اون اعتراف می‌کنن، این توهین نیستش. اگر ایرانی‌ها قرآن را به زبان عربی خوندن و نه به زبان پارسی تا بفهمن که چی توی اون نوشته، این گناه من نیستش. من فقط آنچه را که در قرآن اومده، در احادیث اومده، در نه فقط در دین اسلام، در همه دین‌ها، من اون را به واژه‌های پارسی و با قافیه و وزن و ردیف اون را به شما معرفی کردم. هر کسی که فکر می‌کنه که توهینی در اینجا شده به من بگم و من پاسخگوی اون خواهم بود. ولی اشخاصی مثل آقای شاهین نجفی، استاد فولادوند و شجاع‌الدین شفا، زنده‌یاد فاضلی و دیگران، اینها همه کسایی بودند که اومدن و برای اولین بار این تابو را شکستند و حقایق و واقعیت‌های تاریخی را برای ملت ایران توضیح دادن به زبان ساده. اینها توهین نیستش، اینها واقعیت‌های تاریخی. امید جان، بابک جان، یه بخشی از حملاتی که به شما میشه اسلامیون افراطی نیستن، بلکه اسلامیونی که اصلا به چهرهشون هم نمیخوره، کچر و کراوات میپوشن و در همین اروپا در کشورهای آزاد دارن زندگی میکنن. این انتقاداتی که اینا به شما میکنن دیدگاه شما چیه؟ سهراب سپهری گفت ایران ما مادرهای مهربان، گربه های ملوس، غذاهای لذیذ، فرش های نفیس،
و روشنفکران بد دارد و این یکی از مشکلات تاریخی ما این روشنفکران بد ما بودند و شوربختانه نباید از این واقعیت را هم ما از نظر دور بداریم که 33 ساله که رژیم جمهوری اسلامی داره سمپاشی میکنه در مغزهای جوانان ما. اون کودکی که در روز انقلاب سال 1357 به دنیا اومد امروز 30 و چند سالشه، ازدواج کرده و فرزند هم داره و این شخصیه که از اون روز اولی که به دنیا اومده در مغزهاش افراطگری، خونریزی، دشمن تراشی درست کردن. اینها همون جوانانی هستن که وقتی که دو نفر رو حالا به هر گناهی اعدام میکنن از ساعت 4 صبح ساندویجاشون رو جمع میکنن و میرن که اعدام شدن این نفر رو نگاه بکنن. کسی که تفریحش نگاه کردن اعدام و دار کشیدن یک نفریه، این مغزها بیماره. اینها جوانانی هستند که امروز در ایران زندگی میکنن و این کار فردای من و شماست که به اونها آگاهی بدیم. و باز هم میگم با اونها نباید مبارزه کرد. اینها به نظر من کسانی هستند که فقط و فقط باید آگاهی داد و به قول زنده یاد شفا، روشنگری، روشنگری و باز هم روشنگری. بابک جان تو شعراتون ما میبینیم که بحثای فلسفی و در ارتباط با خداشناسی هم شما خیلی مطالب میگید که این بحثا یه زمانه ما میبینیم که حتی موازین دین یهود هم زیر پرسش قرار میده در حالی که شما یک یهودی زاده هستید و از اون طرف اسلامیون میگن شما دارید از اسرائیل پول میگیرید و حمله میکنید به مثلا دین اسلام. ولی الان با این توجه که این شعرهای شما خود موازین یهودیت رو میزنه، من میخوام ببینم که نظرتون چیه و آیا پاسخی دارید به این اتهاماتی که میان به شما میزنن؟ امید گرامی، من دشمن به هیچ باوری نیستم. در دنیای امروز ما هندوهایی هستن، بوداییهایی هستن که باورهای خودشون را دارند. اسلام به شیعه، سنی و دیگر هستن که باورهای خودشون را دارن. یهودی ها و مسیحی ها باورهای خودشون. من دشمن به هیچ باوری نیستم. ولی ابتدا پاسخ بدم که وقتی که جمهوری اسلامی شمشیری به نام اسلام در دستش گرفته و به مبارزه با آزادی و آبادی ایران برخواسته، من نمیتونم بگم که این شمشیر در دستته یک چیز مقدسیه که من نبایدم به اون طرف اون برم و فقط باید با تو مبارزه بکنم. اگر با شمشیر سیاست اومده بود، جمهوری ایرانی بود و ما هم با سیاست با اون مبارزه میکردیم. ولی وقتی تمام قوانین قضایی و سیاسی اجتماعی این رژیم اسلام هستش، من باید با اسلام طرف بشم. من با باور کسی مشکلی ندارم، ولی وقتی تو با اسلام اومدی جلو، من باید با شمشیری بیام و این شمشیر تو را بشکنم. این از رابطه با اینکه من با اسلام مبارزه میکنم. من با هیچ باوری مشکلی ندارم، ولی من با باورهای فاناتیک هر کسی که برای جامعه خودش باعث دردسر شده، باعث سرکوب شده، مخالفم. من در اسرائیل زندگی میکنم و یک یهودی زاده هستم، ولی با این من را مقید نمیکنه که باید باورهای مذهبی 3000 سال پیش پدران خودم را امروز من رعایت بکنم. 10000 سال مردم خورشید میپرستیدن، امروز هم باید ما خورشید بپرستیم؟ نه، ما از یک قومی آمدیم با یک سری باورهای خودشون و امروز ما در دنیای زندگی میکنیم که این باورهای پوسیده رو باید بذاریم کنار و خردگرا باشیم. من در شعر دیوار سنگیم به وضوح میگم در پس دیوار سنگی یک جماعت جاهل و نادان، خدا را در دل بیجان آن دیوار میجویند، عجب قوم کجندیشی. و در بالای این دیوار سنگی تازیان از بحر یک مرد عرب، گنبد و گل دسته برپا کردن هر جا، و هر که دم برآرد برخلاف رأیشان، جان او از تن برون آرند به یک دم، عجب قوم کجندیشی. اینجا من در دو مذهب را اللحاظ فاناتیکی مورد انتقاد قرار میدم. خدا نه در مسجد الاقصاست و نه در میان دیوار سنگی اورشلیم. خدا در دلهای ماست، خدا در وجدان بیدار ماست. من در شعر خدا مرده به این خوب تاکید کردم. اگر خدایی که اینها میگند
در مذهب آمده، این خداست. پس اون در کودکان بیپناهی که کنار جویهای آب خوابیدند، خدا برای اونها سالهاست که مرده. بابک جان، الان شما در خود اسرائیل آیا براتون مشکل پیش نمیاد که این موازین رو مثلا بعد لفظ با شعراتون زیر پرسش قرار میدید؟ من افتخار میکنم که در کشوری امروز زندگی میکنم که با اینکه اکثریت جامعه این کشور یهودیان سنتگرایی هستند که پایبند عقاید و باورهای مذهبیشون هستند، ولی این اجازه را به من میدن که باورهای خودم را بیان بکنم، بنویسم، سخنرانی کنم، در دانشگاه‌های اسرائیل من سخن میگم و هیچ کسی حتی ناخونش هم به من نخورده و یک خونی از بینی من در این رابطه نیومده و این باید درسی باشه برای ممالک دیگر و بالاتر از این ایران خودمون. ما ولتر فرانسوی گفتش که با عقیدت مخالفم اما تا پای جان ایستاده ام که حق گفتن اون را داشته باشی و من در کشوری زندگی میکنم که این حق را به من میده. بابک جان، توی شعرهای شما ما نگاه میکنیم که یک خواستگاه ناسیونالیستی و میهن پرستی توش اصلا کاملا برجسته است. در این ارتباط بگو، شعرهای شما خیلی واقعا نشون میده که این برجستگی در ارتباط با میهن پرستی کاملا نمایانه. ببین امید گرامی، من و تو داریم امروز با هم پارسی سخن میگیم، چشم ابروی مشکی داریم و عاشق چلو کباب ایرانی هم هستیم، زیرا ما ایرانی هستیم، ما عاشق شعر ایرانی هستیم، عاشق موسیقی ایرانی هستیم، عاشق فلسفه ایرانی هستیم، ما عاشق اون آب و خاکیم، اون خاکیه که به ما زبان شیرین و شعری که من می نویسم را داده، به ما مادرانی مهربان داده، به ما مهمان نوازی را داده، اون خاکیه که پدران ما در اون به خاک سپرده شدند و شکی در اون نیستش که من به اون آب و خاک علاقه بسیار بسیار زیادی دارم و یکی از بزرگترین آرزوهای من بازگشتن به اون آب و خاکه، بازگشتن به دوران کودکی نوجوانی و جوانی زیبایی که در اونجا داشتم، دیدار دوستانم، اونها دوستانی هستن که در کنار من در نیمکت مدرسه نشستند و این هیچ تضادی را هم برای من ایجاد نکرده که امروز من در اسرائیل هستم و به این کشور هم علاقه مندم، این کشوری که به من پناه داده، کشوری که من در اون زندگی میکنم، فرزندانم در اون بزرگ شدند و از تمامی مزایای اون به عنوان یک شهروند درجه یک دارم استفاده میکنم. شوربختانه در ایران امروز ما یک یهودی و یا بهایی و یا مسیحی شهروند درجه دو و سه اونجا حساب میشه با 7000 سال سابقه زیستی در اون کشور. ما یهودیان شهروند درجه دو هستیم. باور بکنید که ما از خیلی از ایرانی ها در ایران ایرانی تر هستیم. بابک جان، در ارتباط با دوستی ایران و اسرائیل نظر چیه؟ مردمشون منظورمه. ببین دوست من، بیایم تاریخ رو اگه نگاه بکنیم، دو کشوری که در طول تاریخ چند هزار ساله خودشون هیچگاه به روی هم شمشیر نکشیدن، ملت یهود و ملت ایرانه، هیچگاه با هم در جنگ و جدال نبودن، در طول تاریخ همه کشورهای هم گرفتن و خونریزی ها کردن، این دو ملت همیشه با هم دوست بودن و در کنار هم زندگی کردن و نشانه بارز اون هم کوروش خودمونه که آنچنان به یهودیان یاری رساند که در تورات کتاب مذهبی یهودیان از کوروش به نام ناجی یهود و شبان خدا نام برده. امید جان، شبان خدا در تورات تنها و تنها به غیر از کوروش که گفتم به موسی پیامبر یهودیان ابراز شده، یعنی این درجه‌ای برای کوروش قائل شدن که هم سطح موسی پیامبر یهودیان هستش و این پیوندی که بین این دو ملت وجود داره یک پیوند تاریخیه که من امیدوارم، آرزومندم که هیچگاه جنگی بین این دو ملت به وقوع نپیونده و این رشته و زنجیر پیوند چند هزار ساله که گفتم هیچ وقت گسسته نشه و هیچ خونی از دماغ هیچ یهودی اسرائیلی یا ایرانی نیاد، زیرا که من چون فرزند این
دو میهن هستم باور کنید که پاره پاره خواهم شد. بابک جان، اگه یه روز بهت بگن که یک حکومت سکولار تو ایران به وجود اومده، آیا حاضری برگردی ایران؟ نه تنها حاضرم، فکر کنم این وظیفه ملی و میهنی من نسبت به اسرائیل و نسبت به ایران باشه. من باید بازگردم به ایران و به بچه های دبستان ایران شروع کنم و مهر و محبت و همزیستی و دوری از خرافات دینی را بیاموزم. باید به اونها بگم که یک یهودی و یک مسیحی و یک اسرائیلی و یک بودایی همه انسان هستیم. همه با هم باید بدون پرداختن به باورهای مذهبی خودمون در کنار هم زندگی بکنیم و ایرانی آباد و دنیایی آزاد و آباد بسازیم. باید قانون اساسی ایران مبنای این باشه، مبنای این باشه که دین باید از جامعه بیرون باشه. دین رابطه شخصی تو با خدای تو هستش. این نباید از خونه ها بیرون بیاد، این باید در خونه ها باشه و در دل های انسان ها باشه و کسی هم با باور کسی کاری نداره. تو به سنگ باور داشته باش ولی این سنگ را به سر کسی نزن. اون موقع هستش که میتونیم با هم دیگه زیبا زندگی کنیم. بابک جان، اگه بخوای کل مصاحبه امروز رو جمع بندی کنی و حرف آخر رو بزنی چی میگی؟ اجازه بده بجان که جمع بندی کنم با جوانان ایران سخن بگم، اونهایی که امروز شاید سخن من را گوش بکنن و ازشون بخوام که محکم بایستید و بدانید که آزادی دور نیست. ایران ما امروز، مام ایران ما امروز آبستنه، آبستنه و باور کنید که این جنینی که از اون بیرون خواهد اومد آزادی آبادی خواهد بود. من نمیدونم بگم این ایران ما چند ماهه هستش، این مادر آبستن ما، ولی باور کنید که به زودی این جنین بیرون خواهد اومد. باید استقامت کرد. امروز قربانی ماه میدهیم، امروز در بدترین نقطه تاریخ زندگی ایرانی ما امروز قرار گرفتیم، ولی از این نقطه های تاریک زیاد داشتیم. هست ایران چو گران سنگ و حوادث چون سیل، پی شود سیل خروشان و به جا ماند سنگ. دوستتون دارم و برای همتون آرزوی موفقیت میکنم و بدانید که در این گوشه از دنیا برادری دارید، برادر کوچکی دارید به نام بابک اسحاقی که فریاد در گلو مانده شما خواهد بود. بابک از این که واقعا مهربانی کردی و قبول کردی این مصاحبه از شما بی نهایت سپاسگزارم. گزیده از این مصاحبه از طریق برنامه سرزمین اهورایی و با مصاحبه کامل از طریق یوتیوب پخش خواهد شد. واقعا از شما سپاسگزارم. اجازه بدید من هم از شما جوان خوب ایرانی، جوان مبارز ایرانی سپاسگزاری بکنم و بدونید که هستن کسانی که قدر کارهای شما را میدونن. شما جوانیتون را امروز در گرو گذاشتید و دارید برای آزادی ایران کار میکنید. من هم از نمایندگی از همه شنوندگان شما از شما سپاسگزارم. پاینده باشید، پاینده ایران. سپاسگزارتونم. درود بر شما.